جنگ تموم نمیشه تا وقتی دشمن زنده است. جدی هست. شما فکر میکنه جنگ میشه؟ هیچ چیز تو این کشور که یه عمر لاشخورا بالای سرش میچرخن بعید نیست. خانم واسه هیچ کدوم از کاراش بزنه نرفته. لباساش امروز دیدی؟ مگه با این لباسا با یه مرد غریبه میرفتن بیرون؟ هرین آدم یه وقتا یه چیزایی میبینه باورش نمیشه. اصلا تو این مملکت به دنیا اومدیم هر روز یه چیزایی ببینیم باورمون نشه. هیچ وقت هیچ اجنبی دلش برام نمیسوزه. مرد ایرانی همیشه اولش در مقابل پیشرفت خانم ها و دخترش رو مقاومت میکنن، بعدش کیف هم میکنن. دلم میخواد خدا بهمون یه دختر بده عین خودت. اسمشو میذاریم ایران چون جفتمون عاشقش. تاریخ ما تعیین میکنیم، فردا اول شهری بر بشه. خوبه؟ ولی تحرک ما روسا رو جری میکنه. تحرک روسا چرا شما رو جری نمیکنه سرهنگ؟ جنگ هم حمله داره هم دفاع. من اولیشو گفته میگم تو دومیش. نگران زمیناتی؟ نگران سرزمینم. حمله شما به کنسولگری فقط قضیه رو پیچیده تر میکنه. دولت در حال مذاکره است. دولت اگه لیاقتش کار به اینجا نمیرسید. من که نمیتونم جوانهای مردم رو با دست و شکم خالی بفرستم جلوی تو. نرو نامجور، مگه تو زن تابه ماه نیست؟ اتفاقا به خاطر این دارم میرم که بچم تو سرزمین خودم روسیه حرف نزنه. جنگ نگیجای زناست. فرق میکنه وقتی کسی میتونه بعد بیاد. من دلم نمیخواد بچم زیر دست اجنبی بزاره. روزی میرسه که میبینی حتی نمیتونی نفس بکشی. جنگ بوده حسن آقا، ما باید تو این شکست با رعیت شریک شیم. تنهایی توی پیری دردناکه. چی کمه گرسنه نمیذاره کسی به فکر سیریه مغزش باشه. همینقدر که یه نفر هست که به دیدنت میاد یعنی امید. کتاب جدید چه خبر؟ هیچی، همین هارم نصفش از ترس سانسور تاوارشو گذاشتیم تو انبار. برای یه کمونیست وطن معنا نداره. من میترسم وقتی مردم کسی نباشه زیر جنازه‌مو بگیره. دیکتاتوری یا اشغال؟ نه دیکتاتوری نه اشغال، آزادی، چیزی که الان شده رویا. این یه شطرنج دیگه است که وزیر بازی رو پیش میبره. آخه وزیرش هم از خودش اختیاری نداره. تصمیمتون رو گرفتید سرگل؟ تصمیمو تو آزادی میگیرم نه تو زندان با تهدید مرگ. کاش هیچ وقت عید نمیشد. بچم عاشق عید. یادم تو بچگی هرچی بهت میدادم این ور اون ور پیداش میکردم. حتما خیلی دوستش داری که اینو هنوز نگه داشتی. چرا تو هر اتفاقی میفته میخوای ریشه همه چی رو از اول بزنی؟ ما باید برقراری نظم رو از خودمون شروع بکنیم تا بقیه بفهمن با کسی شوخی نداریم. تو هیچ کاری نکردی، وایسادی به اون عوضی آشغال احترام نظامی میدی؟ من یه هفته از نخوابیدم خودم. این هم دقیقا همون کاریه که یه زندانبان میکنه وقتی عاشق زندانیشه. رابطه من و ایشونم عین همین دولته، فقط رو کاغذ وجود داره. دیگه عاشقت نیستم. یعنی چی؟ زنا تا لحظه آخر میجنگن ولی وقتی یه چیزی براشون تموم میشه دیگه تموم شده. وقتی اون عوضی دستور حمله داد باید یه گوله تو مغز اون شلیک میکردی. دیدم به خودی نمیشه دخیل بست. تو این روزای قحطی و جنگ دنبال خودم میگردم. دارم میگم عاشقتم. تو نمیخواد داد بزنی، آروم بگو. ولی بگو بمیرم برای دل مادرشون. آخه چیکار کرده بودن اون بچه ها؟ تو بگو. فقط از مملکتشون دفاع کرده بودن. مردم بی صفتی داریم دنیا. تو این فشار توقع دارن که ارتش پشتشون باشه نه روبروشون. داشتی چی کار میکردی خاتونم؟ یه زندانی چی کار میتونه بکنه جز مرور خاطرات؟ همه یه اینایی که راجع به عشق میگم دروغه. میدونی چرا؟ نمیشه که آدم عاشق باشه ندونه الان باید چی کار کنه. سرهنگ، ما خودمونم قربانی جنگیم. ما هم داریم تاوان وحشیگری بقیه رو میدیم. آدم ها اشتباه انتخاب میکنن، اما اگه بفهمن و برنگردن دیگه اون وقت واویلاست. میدونی تنها چیزی که این سالا منو توی خونه نگه داشتی بود این که شک نداشتم عاشقمی. شما اروپاییه برای چی جنگتون رو برداشتین آوردین اینجا؟ چرا تو این گوشه دنیا ما باید تاوان دعوای شما و آلمان ها و انگلیس ها و روس ها رو پس بدیم؟
شما آدم باهوشی هستی سرهنگ، نباید رو مردم خودت دستلهی بکشی. من زنم رو مسئله کشیده، دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. با سفرخان شوان دارم شکار. منم میام باهات. تو شکار بلدی؟ بله. سفرخان نداشت. دور بر منم یه مش خائن و خبرچین گرفتن. آدم خائن خائن پرورش میده. تله من اینه. تنهایی با من به دنیا اومده. ولد چموش لگد میزنه به هر کی دورمه. مردم نون ندارم بخورم، برای این عوضی کاروان کاروان آرد این مملکت رو میبرن اون برای مرز برای سربازشون. همه انگلیسی ها امریکایی ها رو میپاد امریکایی روس هر اسمشون متفقین، همچون ما هم اتفاق نمید. نه مثل این که واقعا رابین بود. من رضا خانم، رضا فرخار، همین. اگر ویدیومونو دوست داشتین یادتون نره ما رو لایک، سابسکرایب و نوتیفیکیشنمون رو فعال کنید.